فعلا منتظریم، امشب باید اینجا باشم تا فردا سی تی اسکن بشه ببینن که عفونت خون برای چی. فردا میخوان آقای دکتر میاد. منتظر که اتاق رو تخفیف بگیریم بریم دیگه که مامان بستری بشه. مامان گفتن چون قرار سی تی اسکن بشه غذا نخور، فقط میتونی که آب میوه و چای و عسل رو اینا بخوری. حالا براش چای و عسل آوردن که بهش بدیم. برای من صبحانه آوردن، مامانم که قرار ناشتا بشه برای سی تی اسکن. اما فعلا بغل دستی نداریم، کسی نیست تو اتاق، بنشستیم و دیگه مامانم سرم بست کرده، دو تا سرم مختلف واسش بست کردم، بابا هم چیزا رو من تحویل داد و جای چیزا رو به من گفت و دیگه لباساشم گذاشتم اینجا. همجوری حسلم سر رفته دیگه، چون تو بیمارستان خیلی ساعتا دیر میگذره و آدم حسلش سر میره. هم ویو اتاق ما خانم وصلشون زیاد بوده، با این چرخ آوردن برای زایمان. معلومه کیف بعد کیف بچه و این چیزا دارن. فعلا منتظریم، امشب باید اینجا باشن تا فردا سی تی اسکن بشه ببینن که عفونت خون برای چی. فردا میخوان آقای دکتر میاد. خوب بودیم، الان اومدن سرم بس کردن، ساعتن 11 شب. دوستان امید که بس کردن که نمیدونم حالا واسه چیه. 5 صبح هم دور باید بیدار شیم تا 6 صبح مایعات بخوریم که 6 صبح بره واسه سی تی اسکن. من از 2 روز تازه مجاز شدم برای خوردن غذا.
تخت کناریمون یه خانم بود، سنشون بالا بود، انقدر بچه ها نگران بودن، ولی خدا رو شکر حالشون خوب شد و الان مفرد شدن رفت. از دیروز تا حالا اینجاییم، اول آزمایش خون گرفتن، دیگه هرچی سونو بود انجام دادن، بعد گفتن که سنگ کلیه و اینا نیست، فقط باید ما بررسی کنیم ببینیم که عفونت داره خونه یکم. دیگه دیشب هم باز درد داشتم، ولی خب سرم و اینا وضع کردن. امروز هم گفتن که باید یه سی تی اسکن بدید که یه بار حالا غذا نخورده یه بار غذا خورده، دوتاشو انجام دادیم، الان منتظریم که آقای دکتر بیا جوابا رو ببینه، ببینیم چی میگن که دلیلش چی بوده. گفتن بازم شاید سی تی اسکن شنریزه های داخل کلیه رو نشون بده، مثلا سونوگرافی نشون نداده یا چسبندگی باشه. چند تا احتمال دادم، ولی خب دردم یکم کمتر شده، ولی هست هنوز سر جاش. دیگه همین، من فکر کنم این موقع این اتفاقات واسه آدم میفته که بیشتر قدر سلامتیمونو بدونیم. حالا دکتر اومد گفت که چی کار میخوام بکنم، حالا عمل میخواد چی میخواد، من بهتون میگم. یه مشکل دیگه من اینه که خیلی به سختی میتونن رگ بگیرن از دستم، میگن رگات نازکه. چند جای دستم رو سوراخ سوراخ کردم تا تونستن رگ بگیرن برای سی تی اسکن برای سرم. تختم تمیز کردن که برای اون خانم بود، انشالله هیچ وقت هیچ مریضی نیاد، همینجوری خالی بمونه این تخت. دوباره اومدن یه سرم دیگه بس کردن تا ساعت بشه 8 تا چیز کنن جواب آزمایشو بیارن ببینیم که چی میگن. گفتن اینا آنتی بیوتیکه که بس میکنیم. دیگه تاریک شده و باید بخوابیم. اینم تخت همراه. چرا باز نمی کنم؟ ساعت ها اصلا اینجا نمی گذره، هرچی نگاه میکنی 20 دقیقه 10 دقیقه اینطوری میره جلو. این داریش چون اگر بخواهر آب و
بریم اتاق. روز سومه یا باید سومه باز بکنم؟ فقط آموشی دیروز به من گفتن عسل رو با چای بخور. عسل رو اجازه دادم، یکم ته دلم بود که خیلی گرسنگی بعد اینجا. اینجا باید خودت سونه رو جمع کنی. تخت بغلمون هم یه خانمی دوباره پیشتر اومد که بردنشون برای اتاق همه. از پنجره کجا پیداست؟ از پنجره کجا پیداست؟ سه روز امروز اینجا این به اندازه یک هفته برای من گذشته. امیدوارم صدام بیاد چون صدام خیلی گرفته. بعد الان تشخیص دادن که کیست تخمدان هست، ولی گفتن باید اندازه‌شو اینا رو گفتن، ولی آقای دکتر باید بیاد. منتظر بمونیم تا بیان ببینن که برای عمل باید آماده بشن یا بخش دیگه ای باید برم. اینا همه مونده دیگه. تنها چیزی بودم منتظر، گفتن که یه صحبتی هم با شما داشته باشم. داروهایی که میزنن خواب آوره، خیلی خوابم میبره، بیشتر میخواب خواب، ولی الان دیگه گفتم یه صحبت با شما بکنم. دیگه گفتم تا اینجا نشستم یه توضیح بدم که تا الان این اتفاقات افتاده. حالا میگم منتظر دکتری که ببینی چی میده. دیگه به احتمال زیاد گفتن عمل میخواد، ولی بازم حالا گفتن بهتون خبر. اینجا برای مایعات آوردن، گفتن باید مایعات بخورید به جای غذا. این آب مرغ انگار انقدر بدمزه است، نمیدونم اصلا نمک اینا که هیچی نداره، ولی نمیدونم حالا پیازم زدن نزدن که اصلا قابل خوردن نیست. یعنی این چند وقت حرفشونو گوش دادم، ولی اینو نمیتونم واقعا بخورم. سعیده خانم آرش خورده آماده به نجی خانم آمونه چایی آمده بود؟ آره خلوت به چیارم راهی نمکتیم چیارم که خواسته آوردم؟ نه مابله گرفتم دست درد نکنه. نجی خانم اومده شیفت تحویل بگیره، من برم خونه استرام. دست درد نکنه. مرسی. سعید خانم آب میوه هم واسه تون آوردن و بخور، ایشالله خوب بشی. خدافه. راحت اینجا بمونه بگیرم؟ راحت باش. خدافه.
خب ماما یه توضیح بده که تا این مرحله کار چجوری شد و چی شد از زبون خودت بشنون، خیالشون راحت تر میشه. دوستان ما از روز اول بگم، از روز اول اگه از سخت دست بگم، از که یه سری توضیح دادم که در آخر گفتن که عفونت روده ها و ایناه، که من دیدم اصلا بهتر نشدم با دارو، بدترم دارم میشم. بعد دیگه اومدیم بیمارستان، آخر دیگه کارم رسید به بیمارستان، اومدیم اینجا گفتن که سونوگرافی دادن از کلیه، از مثانه، هر مدل سونوگرافی دادن، گفتن چیزی نیست. آزمایش گرفتن، گفتن چیزی نیست. فقط آزمایش خون که گرفتن، گفتن یه عفونتی توی خونه، حالا در اثر چی باید معلوم کنیم که در اثر چی. دیگه من چون دخترم پرستار بود، پرستار همین بیمارستان، گفتن که این بیمارستان خوبه و بیاید و اینا. ما از اول تصمیم گرفتیم، ایشون به ما راهنمایی کرد و شانسمون هم زد، همون آقای دکتری که دخترم گفته بود اینجا بودن، که گفتن باید متخصص جراح شما رو ببینه. با چی مشخص میشه؟ با سی تی اسکن. دیگه اون شب من بستری کردن، وجود درد زیاد، دیگه دارو مسکن و اینا بس کردن، بازم گفتن مسکنه نمیتونی بس کنی که خیلی 100% جواب بده، باید درد باقی بمونه ما تشخیص بدیم. دیگه آقای دکتر اومدن و یکم معاینه و گفتن که تا سی تی اسکن نشه مشخص بود. دیگه براتون میگم که اون شب که شبای بیمارستانم که میدونید که یعنی هر یه ساعتش انگار 4-5 ساعت میگذره. خلاصه دیگه بودیم و این خانم سالخورده ای هم کنار من بود، تفلک خیلی حالشون بد بود، دیگه بچه هاشون ناراحت بودن و اینا، ولی خدا شد حالشون بهتر شد. و دیگه روز دوم به من گفتن هیچی نباید بخورم، حالا هم گرسنم بود، هم که نمیتونستم چیزی بخورم، فقط مایعات بود و دیگه خوردم. و بعد یه داروهایی آوردن، مثل حالت نمیدونم اسمش چی بود، مثل آب معدنی بود ولی دارو بود، گفتن باید اینو بخورید تا زور، هر 20 دقیقه که به سی تی اسکن تزریقی میخوایم بهتون بدیم مشخص بشه که چیه. خلاص اون داروها رو من خوردم و رفتیم سی تی اسکن. سی تی اسکن کردن یه بار با شکم خالی، بعد گفتن بیا غذا بخور، دوباره بعد اون سی تی اسکن دادیم. خلاصه دیگه با تمام این اینا که میگم خیلی انتظار بود و هم زنگ زدن که چی شد، بالاخره تشخیص چی بود و اینا، که در آخر آقای دکتر گفتش که این کیست تخمدان بوده که باعث عفونت شده، باعث عفونت داخل شده. حالا بازم کامل ما باید بریم مطلبشون که توضیح بدن و معاینه های آخر رو داشته باشن. تا الان به این مرحله رسیدیم، ولی خب خیلی بهتر شدم با داروهایی که تزریق کردن. تا حالا ببینیم که بعدش چی میشه، ولی باید بعدش هم دوباره پیگیر باشم. بعد تشکر میکنم از شما که من گوشیمو این چند روز اصلا ندیدم، ولی بچه‌ها گفتن که پیام اومده، ما هم خودمون جواب ندادیم تا ببینیم چی میشه، نگرانشون نکنیم که آخر سر بهشون بگیم. مرسی از همگی. مرسی. آروم از اون طرفش هم بره. من دیگه فکر میکنم آخرین صبحانه که دیگه بخوام مرخص کنم. ساعتم 6:30.
تموم شد، کناریش هم تموم شد دیگه میریم ایشالا. از دیشب طلای خانم همراه نداشته، میگین کمکش کرد. ماما مجبوره دیگه غذاهای بیمارستان رو بخوره. هرچی هم خوشمزه باشه فقط انگار میخوری که گرسنگیت برطرف شه. خوشمزه نیست مثلا، حالا آدم باز اینجا دستشون درد نکنه. بیمارستان مثلا برنجش ایرانیه، مثلا ترتمیز خوبه، ولی مزه نباید انتظار داشته باشه دیگه غذای بیمارستان ها. چون وقتی هم آدم مریضه اصلا احساس نمی کنی. آره هرچی هم خوشمزه باشه، ولی با بخوری که زودترین تایمی که حالا انقدر آنتی بیوتیک رو بس کردی جبران بشه. بخور.